اعدام بیشتر هستند. این جامعه رو چگونه میشه دید؟ یعنی این که انقدر در همون 3-4 روز ابتدایی انقلاب این آتش خون، این رو شما چگونه میبینید؟ خیلی ممنونم، درود بر شما، بر دوستان عزیز، مهمانان دیگر و همه بینندگان. ببینین، انقلابی ها در انقلاب هایی که انقدر خونین هستن مثل انقلاب ایران، انقلاب اسلامی ایران، انقلابی ها اون انقلاب رو یک جنگ عادلانه میبینن. تعبیری هم هست که خب شاید بشه توجیهش کرد، چون هر دو طرف هم مدافعین حکومت مستقر هم انقلابیون مسلحن و می جنگن با هم. وجه مشترک جنگ و انقلاب این هست که خشونت درش جای سیاست و گفتگو رو میگیره و توجیه پذیر میشه و این همراه هست البته با یکی از مشخص ترین عواطف انقلاب که خشم باشه، خشم مردم. و اون چیزی که ما میبینیم در روزهایی که شما دارین بهشون اشاره میکنین در واقع سرریز و ادامه اون خشم انقلابی هست. و اینکه انقلاب اسلامی ماهیتش بیش از اون که ایجابی باشه سلبی بود، یعنی برای نفی یه چیزی آمده بود، بیشتر به دنبال نفی چیزی بود، بیشتر به دنبال مرگ این و آن بود تا زندگی بخشیدن به چیز جدیدی. و این در اعمالی که دارید بهش اشاره میکنین و در این اعدام ها مشخصه. حالا چرا مردم، گروهی از مردم، حداقل کسانی که شما اشاره کردین در اون تظاهرات بودن، نه تنها محکوم نمی کنن بلکه بیشتر دنبال اعدام بیشتر هستن؟ به نظر من چند دلیل داره. یکی، خب در مورد گروه های انقلابی خیلی رادیکال اون زمان که هنوز اینا در همین جمع هایی هستن بودن که صحبت میکنین، خب اینا یک همچین نوع اعمالی رو برای سرسپردگان به اصطلاح خودشون یا افراد مؤثر رژیم پادشاهی کاملا به جا و برحق می دیدن. از نقطه نظر اونا این یه نوع عدالت بود. از نقطه نظر عمده مردم که در اون گروه های سیاسی هم جا نداشتن، به نظر من چیزی که یک همچین حالتی رو توجیه میکنه یه همچین نوعی از فوران احساسات منفی اینقدر پرخشونت رو توجیه میکنه، یعنی میتونه توضیح بده، یک مقدارش باید برگرده به نظرم به نقشی که آقای خمینی پیدا کرده بودن در اون زمان. یعنی یک جور حالت قدسی، حتی رهبر معنوی، رهبر معنوی انقلاب و اون نوع بوتی که آقای خمینی شده بودند، حضور ایشون و هر چیزی که ایشون تایید بکنه برای پیروان کثیرشون در ایران آن زمان کاملا توجیه پذیر میکرد. و این هم ادامه در واقع اون پارادایم رهبری شیعی هست که از قبل موجود بود و در آقای خمینی دیگه شکل کامل در واقع تجلی پیدا کرد. تجلی، یس، متشکرم.